که تلاش بر اینه که هر دو طرف رو متقاعد بکنن که خطری مواجه هیچ کدومشون نخواهد بود. جالب هست اینو میگی با توجه به اینکه قرار بود که آقای ظریف به مزار عماد مغنیه هم بره، اما اون هم لغو شد. اون چیزی که به طور رسمی اعلام کردن فشرده بودن برنامه آقای ظریفه، اما بحثایی هم هست برای این در مورد اینکه به نظر میرسه ترجیح دادن که تنش رو در این سفر کمتر بکنن، برای اینکه هدف اصلی سفر آقای ظریف اونطور که به هر حال در رسانه ها هم به نوعی منعکس شده و مقامات دیپلماتیک هم گفتن، کم کردن تنش در منطقه است و البته فشار آوردن بر روی حل قضیه بحران سوریه هستش که به نظر میرسه سنگینی خواهد کرد در دیدارهای فردا و روزهای آینده آقای ظریف، چه در اینجا و چه در مسکو. متشکرم از هر دوی شما، نفیس کوهنورد در بیروت و همینطور پیشتر خشایار جنیدی در استانبول. اما میریم به واشنگتن، جایی که فیلیپ اسمیت، محقق در دانشگاه مریلند با تخصص روی مطالعه روی گروه‌های شیعه در منطقه خاورمیانه با ماست. آقای اسمیت، چقدر سفر به لبنان در شرایطی که می‌دونیم به هر حال ایران منتظر هست که به نوعی این توافق هسته‌ای با آمریکا در کنگره به تصویب برسه، ممکن هست که برای طرف‌های غربی به خصوص کنگره آمریکا حساسیت برانگیز باشه؟ در مورد حساسیت برانگیزی میتونم چند مطلب رو بگم. امیدوارم که ظریف خب خوشحاله برای اینکه حزب الله حمایت میکنه اونها رو، برای اینکه اونها کسانی هستن که جنگ نیابتی میکنن از طرف ایران، بنابراین تا حدودی حالا دیدار با اون کسی که جنگ نیابتی میکنه شکل گرفته. اما در مورد مذاکرات مشخصه که ظریف میخواست دستش رو دراز کنه به سمت گروه های بیشتری که در منطقه هستن برای اینکه حمایت بیشتری بگیره و همینطور بتونه برای ایران راه های جدیدتری رو باز بکنه. چقدر واقعا این نگرانی که به نظر میاد که حزب الله داره در حال حاضر، اینکه روی حزب الله در توافقی که بین ایران و پنج به علاوه یک شکل گرفته به نوعی معامله شده، ممکن هست درست باشه؟ فکر میکنم نگرانی های حزب الله، اونها قطعا تعداد زیادی از اونها دارن جانشون از دست میدن در سوریه و اینکه سفرش رو آقای ظریف ترکیه به تاخیر انداخت، خیلی از اون مربوط به سوریه میشه دلیلش. حزب الله جان به تعداد زیادی از نیروهای حزب الله در سوریه اونها از جانشون از دست دادن و الان نگرانن که تعداد بیشتری از اونها وارد سوریه بشه و این مسئله تکرار بشه. بنابراین ماهیت حساسیت برانگیز دیدار آقای ظریف مسئله مهمیه. فکر نمی کنم کلن راجب همه اون رو بشه به این مسئله عنوان کرد، گرچه خیلی مهمه که بدونیم که نیروهای تندروی در منطقه هستن که اونها به نوعی با سپاه پاسداران در تماسن و همین مسئله باعث میشه که این سفر حساسیت برانگیزتر بشه. شما اشاره کردید به مسئله سوریه، اون هم در بحبوحه لغو سفر آقای ظریف به ترکیه از مخالفان اصلی بشار اسد. طرحی ایران ظاهرا پیشنهاد داده در مورد آینده بشار اسد، آیا جزئیات بیشتری در مورد این طرح میدونید شما به ما بگید؟ مسئله جالب اینه که هنوز مشخص نیست که پایان این بازی به کجا خواهد رسید. بعضیا میگن که قراره که این توافق بر اساس اینه که اسد از قدرت کنار بره. من فکر نمی‌کنم این درست بشه. اینا همیشه ایران و ظریف گفتن که اونها طرح سیاسی برای حل این قضیه میخوان. به علاوه اگه نگاه بکنیم به نیروهایی که ایرانی‌ها دارن به سوریه میفرستن، من دارم در مورد جنگ نیابتی ها صحبت میکنم، مثل شیعیان عراق و همینطور افغان ها، این طرح هنوز ادامه داره. بنابراین یک جنبه نظامی داره و اگه بخوایم در مورد پایان این قضیه فکر بکنیم، باید بگم که هنوز واقعا هیچ چیزی مشخص نیست. ولی مسئله جالب اینه که نماینده های سوریه در این جنگ اونها میرن به عربستان سعودی و دستانشون رو به سمت
عربستان سعودی برای کمک دراز میکنن. این مسئله جالبه. بعضی از تحلیلگران معتقدند که بعد از سال 2011 هم شرایط منطقه‌ای ایران رو بیشتر سوق داد به سمت حمایت از شیعیان، همین که خود ایران به دلایلی از شیعیان حمایت کرد و به این ترتیب سیاست منطقه‌ای ایران تغییر عمده‌ای کرد. آیا ممکن هست که بعد از این توافق به نوعی شرایط برگرده به قبل از سال 2011؟ نمیدونم که آیا واقعا این اتفاق بیفته یا نه. وقتی که ایران از طریق سپاه پاسداران، از طریق اقداماتشون، ایران این حس رو ایجاد کرده که الان ایران فقط از شیعیان در منطقه حمایت میکنه و این خیلی سخته که اینو بخوایم برگردونیم و این که خیلی سخته مثلا به گروه های دیگر سنی مثلا در حماس بفهمونیم که این نیست. و همینطور نگاه کنید به بحرین که جاییه که یک نگرانی هایی هست. آیت الله خامنه ای خودش اومده گفته که ما حمایت میکنیم از این گروه ها در بحرین و همینطور از این گروه ها در یمن و همینطور در عراق که اکثر اینها شیعه هستند. بنابراین خیلی سخته که از این حرف رو زد. آیا من میپرسید که آیا فکر میکنم مثلا ممکن هست که ایران درگیر گروه های سنی دیگه بشه برای اینکه راه حلی رو به وجود بیاره؟ بله، ولی این به صورت کوتاه مدت خواهد بود. ولی خب باید در این حال به خاطر داشته باشیم که بعد از 8 سال از این توافق سپاه پاسداران که مرکز سیاست خارجی ایران هست میلیاردها دلار پول به دست میاره. این مسئله اصلی هست به نظر من که باید بهش توجه بکنیم. در زمینه تغییر این حرفایی که زده میشه، من نگران پول هستم، پولی که شروع میکنه میاد به داخل ایران و بعد اون وقت باید ببینیم که نیات اصلی ایران چه خواهد بود. این مسئله که شما بهش اشاره کردید، مسئله پولی که به دست ایران میرسه، مسئله اصلی در کنگره آمریکا هم هست. اونها هم بسیار نگران این پول هستن. اما از طرف دیگه پاسخ دولت آمریکا این هستش که اولا ایران مشکلات خودش رو داره، در ثانی نمیشه فقط به حرف هایی که از مقام های ایران گاهی برای مصرف داخلی شنیده میشه استنباط کرد که سیاست ایران چه است. باید به اونچه که ایران واقعا در سیاست خارجی خودش اعمال میکنه نگاه کرد. نظر شما در این باره چیه؟ خیلی جالبه که یه چنین اعتقادی داشته باشیم. شاید اونا میخوان دروغ به ما بگن و اینکه آیا میخوان مسئله رو با این پول مسئله داخلیشون رو حل بکنن. فکر میکنم این همش از این برمیگرده که ایران دخالت میکنه در سوریه، دخالت میکنه در عراق و همینطور در بحرین و بیش از این در یمن هم میبینیم که اونها دخالت هایی دارن. خیلی بخش زیادی از این پول ممکنه که به اهداف ایران برای اهداف منطقه ایش اینا رو به کار ببره. چیزی که ایران لازم داره یه پول خیلی کمه برای این. به نظر ببینی ایران داشته زمانی این سیاست ها رو پیش میبرده که هیچ پولی در اختیار نداشته. بنابراین حالا بعضیا میگن حالا میلیون ها یا میلیارد ها دلار وقتی پول به دستش بیاد اون وقت در بحرین چه اتفاقی میفته. باید دید این پول به کجاها خواهد رفت. امیدوارم که این پولی که آزاد میشه بره به سمت پروژه های داخلی و به دست مردم ایران برسه. ولی ما میدونیم که گروه های تندروی، یک رژیم تندرویی که در ایران وجود داره و میخواد انقلاب رو پیش ببره و آقای خامنه ای گفته که هدفش همینه. بنابراین یک احتمال زیادی وجود داره که این پول به اون سمت بره. ممنونم. فیلیپ اسمیت، محقق در دانشگاه مریلند با تخصص روی مطالعه بر گروه های شیعه در منطقه خاورمیانه. چند دقیقه با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. نوه یکی از عموهای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه